تلاش 100 ساله. چرا 100 سال تلاش ملت ایران برای به دست آوردن آزادی بی نتیجه ماند؟ یک بررسی جامعه شناختی با عرضه دیدگاه ده ها صاحب نظر ایرانی در برنامه ویژه تلویزیون ایرانیان. بینندگان گرامی، درود فراوان به شما. در بررسی تلاش 100 ساله ملت ایران برای دسترسی به آزادی این هفته می نشینیم پای صحبت دکتر هدایت الله متین دفتری، نوه دکتر محمد مصدق که از آزادی خواهان تاریخ ساز 100 سال اخیر ایران است. دکتر مصدق پایه‌گذار نهضت آزادی ایران است که قشر بسیار وسیع از آزادی خواهان ایران عضوان بودند و هنوز هم هستند. به دیدگاه آقای دکتر متین دفتری، نوه دکتر محمد مصدق در این مصاحبه اختصاصی که در پاریس انجام دادم توجه فرمایید. خب ما میبینیم که شهریور 20 میشه، رضا شاه به علت حضور خارجی سقوط میکنه و یک زمینه جدیدی برای آزادی پیش میاد. مشروطه سوم به وجود میاد، ولی در مشروطه سوم هم ما باز به خاطر حضور خارجی در ایران و اشغال خارجی، با وجودی که ورود خارجی باعث شد که دیکتاتور بره، ولی آثار دیکتاتور باقی مونده بود. مجلس 13 رو که اون انتخاب کرده بود مونده بود. 2 سال طول کشید تا ملت ایران دو مرتبه تونست به یک صورتی نیمبند ابراز قدرت بکنه و مجلس 14 رو بسازه. مجلس 14 که همون آدمای بی شخصیت، همون کسانی که قبلا چیز کردن، کوشش می‌کردن باز در انتخاباتش نفوذ بکنن، چون بلافاصله بعد از رفتن رضا شاه باز اون آدما تونستن در مجلس 13 خیلیشون خودشون رو تطهیر بکنند و شکل به خودشون بدن. به هر حال مجلس 14 مجلس خیلی خوبی بود. منتهی شد به ملی کردن صنعت نفت در مجلس 16، منتهی شد به وجود آمدن دولت ملی. اینا یک داستان خیلی مفصلی است که در 10 دقیقه نمیشه برای شما چیز کرد. ولی ما ببینیم که مجدداً با جنگ سردی پیش میاد. در نتیجه امریکا و انگلیس، دو رقیب قدرتمدار اون زمان، با همدیگه همدست میشن برای اینکه حکومت ملی رو در ایران از بین ببرن، چون استقلال و دموکراسی شعار اصلی نهضت ملی بود و اینها با استقلال حاضر بودن یه قرارداد تجاری ببندن و نفت رو و درآمد ما رو زیاد بکنن و از نفت ما بیشتر بهره بگیریم. ولی چه سود؟ ما اون چه که میخواستیم، دولت ملی اون چه که میخواست، به همین علت هم از آستانه ملی کردن نفت، یعنی از روز 15 تیر ماه 1330، شالوده اقتصاد، برنامه موقت اقتصاد بدون نفت گذاشته شد برای اینکه ما بتونیم به خواسته اصلیمون برسیم. وگرنه خب ما میبینیم که کودتای 28 مرداد میشه بر اساس همون تضادها، بر اساس همین وضع استراتژیک ایران، بر اساس قدرت طلبی غرب که نفت ایران رو میخواست و حاضر نبود کنترلش رو به ما بده، کنترلش رو خودش میخواست. قرارداد کنسرسیوم میاد، درآمد نفت ما هم میاد، ولی باز ما چی مواجه میشیم؟ با چی؟ با یک زمینه ای که به تدریج ظرف 25 سال اشخاصی که بایستی مطیع باشند حضور دارند. در این شرایط، در این فشار خارجی، در این کودتاهایی که شده، آقای لیمونادی، ما نتوانستیم سازمانهای سیاسی خودمون رو بسازیم، نتوانستیم اشکال سیاسی، سازماندهی سیاسی رو در ایران به وجود بیاریم، نتوانستیم سندیکای کارگری به وجود بیاریم. احزاب ما قلابی شدند، احزاب واقعی نتوانستند که نضج بگیرند، سرکوبی می شدند و ملت ایران نتوانست تداوم اون انقلاب مشروطیت رو با دهه های بعدی که ضرورت های دیگری داشت حفظ بکنه. ما اگر خمینی تونست بیاد مسلط بشه، خواسته ملت ایران جز آزادی در بهمن ماه 1357 چیزی که نبود. ولی دلیل این که یک عده آدم های تونستن بیان سلطه پیدا بکنن این بود که باز همین وضع استراتژیک بود، وضع جنگ سرد بود که در این دوران با وجود این که بنده و امثال بنده، ام از اینی که لیبرال باشم، دموکرات باشم، سوسیالیست باشم، کمونیست باشم یا هر چی دیگه باشم، حق این که 5 نفر دور هم جمع بشیم و بحث
سرنوشت آینده خودمون رو بکنیم بدون اینکه سرکوبی و چین نداشتیم، در صورتی که در کنار اون طرف جناح ارتجاعی سمت راست طیف سیاسی که جنگ سرد اینها رو خطرناک نمیدونست، چون مذهب ارتجاعی رو یک مچیز میدونستن که از پسش میتونن بر بیان، و اینها رو روزمره چاخ کردند، سازماندهی خودشون رو پیدا کردند، کمیته هاشون رو ساختند، اون چیزهاشون رو ساختند، هیئت هاشون رو ساختند، در هر گوشه تهران که میرفتید مسجد ساختن، پیشنماز گذاشتند، پیشنمازها رو دیگه شاگردای آیت الله بروجردی جاشون رو پر نمی کردن، شاگردای خمینی بودن که پر می کردن، کسانی بودن که با خمینی پیش اومده بودن، کسانی بودن که در کودتای 28 مرداد در کنار آیت الله بهبهانی با بهبهانی عمل کرده بودند و دست پرورده های او بودند، و از یه طرف سیاست انگلیس در این کار داشت، به یه طرف سیاست جنگ سرد به طور کلی. در نتیجه وقتی که ما به بهمن 57 رسیدیم، در بهمن 57 چی دیدیم؟ یک خیلی عظیمه مردمی که سازماندهی شده بودن، به خصوص که اصلاحات ارضی هم جمعیت دهات رو ریخته بود به حاشیه شهر، و در حاشیه شهرها اینها که حق سازماندهی داشتن میتونستن بین اینها سازماندهی بکنن و هزاران هزار نفر رو میتونستن بسیج بکنن، تشکیلاتشون رو داشته باشن، در جایی که آزادی خواهای واقعی یک دفتر سیاسی هم نداشتن، اینها هر مسجدی براشون دفتر بود، و اینها تونستن بیان در واقع در یک رابطه ای با اون کسانی که اینها رو به عنوان آلترناتیو چاق کرده بودن، اون چیزی که ملت ایران میخواست رشته بود که منتهی به بهمن 57 شد، اینها پنبه کردند. و من صحبت از خلقیات اجتماعی کردم، یکی از چیزاش همین است که ما اومدیم در خارج از کشور، در خارج از کشور ما موفق نشدیم بعد از نزدیک به 30 سال آوارگی یک کنگره ملی از ایرانیانی که ناچار شدن وطنشون رو با قهر ترک بکنند در کنار هم بسازیم، و لااقل یک صفبندی عظیمی در خارج از کشور و یک صفبندی یک پارچه و عظیمی در خارج، مانند رجال صدر مشروطیتمون که تا آخرین لحظه با هم دیگه همکاری میکردن، این بار رو میذاشت زمین، او برمیداشت، این کار رو در اینجا بود. حالا این دفتر چه عواملی باعث میشه که ما نمیتونیم به سامان برسونیم این همبستگی رو؟ امروز من فکر میکنم که این خلقیات اجتماعی ماست و خیلی مسائل دیگه در کنارش، وگرنه خب همه کس، من با هر کس که صحبت میکنم فکر میکنم باید یه کاری کرد، ولی وقتی که پای کار پیش میاد هر کسی یه سلیقه خاص خودش میخواد عمل بکنه. یک روزی دکتر مصدق به جبهه ملی دوم نوشت که آقا جبهه تعریف جبهه حزب نیست، شما میخواین، من نقل به معنا دارم میکنم، شما میخواین یه حزب توتالیتر بسازید با اون اساسنامه که درست کردید. معنی جبهه این است که همه کس که اعتقاد به آزادی و استقلال و دموکراسی داشته باشه، اعتقاد به عدالت اجتماعی داشته باشه، با این دو شعار بیان دور هم جمع بشن و آینده مملکت رو تضمین بکنن، به دلیل اینکه ما در مرحله مبارزه جبهه‌ای هستیم و عقیده و مرامی در درون جبهه نداشته باشن جز این چند شعار، و اون در خونه خودشون، در حزب خودشون، در سندیکا خودشون، در انجمن خودشون بمونه، ولی ما امروز اینطور نیستیم که. خب به چه دلیل عملی نمیشه؟ به دلیل خلقیات اجتماعی ما. به دلیل خلقیات اجتماعی در یه مرحله سرکوبگری و اینها نمیذاشین عملی بشه. شما حاصل این گفته های دکتر مصدق جبهه سوم بود که مرکب از برخی از سازمان ها و احزاب و شخصیت ها شکل گرفت، ولی جبهه سوم ملی هنوز شکل نگرفته، تمام مؤسسینش در زندان بود. اول سراغ جوان ها رفتن، چون بارزترین کسانی که در اونجا کار میکردن جوان ها بودن، دانشجویان بودن و کسانی بودن که از دانشگاه تهران اومد بودن بیرون، و اونها رو مدتی در زندان نگه داشتن، میخواستن مبارزه علنی بکنن. اشخاص دیگه‌ای بودن که کوشش کردن یه احزابی رو حفظ بکنن، حداقل تشکیلاتشون رو، اونها حاضر بودن این کار رو بکنن.
و البته برای نیاز بزرگ این کار علنی بودن مبارزه بود که ساواک تحمیل کرد مخفی بودن مبارزه رو و در نتیجه رومانتیزم چگوارا مملکت ما رو گرفت و جوانهای ما چاره‌ای نداشتند یعنی چاره‌ای نمی‌دیدند جز اینکه دست به سلاح ببرند و یه دوران مبارزات چریکی داشتیم. حماسه آفریدند ولی در یه جامعه‌ای که همه چیز از هم دور بود، در یه جامعه‌ای که نیاز کار این نبود، نیاز کار این بود که شما بتونید آزادانه بیانتون رو داشته باشید، سانسور نباشه، سازماندهی اجتماعی بکنین و دولت نخواهد حزب ایران نوین به شما تحمیل بکنه، دولت نخواهد حزب میلیون و مردم به شما تحمیل بکنه یا حزب رستاخیز به شما تعلیم بکنه و شاه بگه هر که دوست نداره بذاره بره. ولی در این حال بنده شخصا کسی بودم که 17 سال تمام تقاضای پاسپورت میکردم ولی اجازه مسافرت نداشتم. به هر حال شما نتیجه تلاش 100 ساله رو در این میدونید که در یک دیکتاتوری خاصی به پایان رسید و اکنون یک دیکتاتوری آخوندی بر ایران حاکم شده، یک دیکتاتوری وحشتناکتر از اون، پله به پله بدتر شده. با سپاس فراوان از شما. گفتم ز کجا